سلام بچه، امیدوارم حالتون عالی باشه. توی این ویدیو خیلی کوتاه میخوام سایت کوین گکو رو معرفی کنیم و اینکه چطور از این سایت استفاده کنیم. ببینین، این من میکشم بالا، این یوزر یو آر ال سایت کوین گکو هست، آدرسش هست www.coingecko.com. اینو بذارین تو گوگل، وارد چنین صفحه‌ای میشه. کوین گکو هم تقریبا یعنی 90% شبیه کوین مارکت کپ هست، اما خب شما باید باش آشنا بشین و اینکه حالا چطور ازش استفاده کنین، چون ممکنه که به کارتون بیاد در مواردی که الان بهتون میگم. ببینید، مثل کوین مارکت کپ داره یک اطلاعاتی رو به ما در صفحه اول ارائه میده که مثل کوین مارکت کپ همونه، قیمت، نمادش، تغییرات قیمتیش، والیومش، مارکت کپش و نمودارش. یه چند تا فرق داره. ببینید این بالا، این قسمت یه قسمت مارکت داره، یه قسمت آل تایم های. اینو که بزنین میاد بیشترین قیمت تاریخی ارزهای دیجیتال رو نشون میده، یعنی در تاریخچه قیمتی مثلا بیت کوین بیشترین قیمتی که بهش رسیده این عدد بوده، در اتریوم این عدد بوده که الان از اون 50% کمتره، 80% کمتره، این عدد بوده، این عدد بوده، در چه تاریخی؟ فلان تاریخ، در چه والیوم و مارکت کپی؟ فلان، در چه دامیننسی؟ فلان. پس این اطلاعاتو داره به ما ارائه میده. یه دیولوپر سوشال داره که این به درد ما نمیخوره، ازش میگذاریم. یه نسبت پورتفولیو داره که اینجا میتونین بگین که آقا من مثلا رو فلان قیمت وارد بیت کوین شدم، پورتفولیو رو من نشون بده که تو این باید ایمیل رو وارد کنین، وارد سایت بشین اگر خواستین استفاده کنین. یه قسمت داره Explore All Coins که الان من زدمش. ببینین یه بار دیگه برمیگردم عقب، دوباره میزنمش. ببینین اینجا رو Explore All Coins، اینو که بزنین چنین صفحه‌ای رو بهتون نشون میده که ارزهای دیجیتال، نمادشون، قیمت، تغییراتشون، دقیقاً والیومشون، ارزی در گردش و کل ارز و مارکت کپشون رو به صورت یک لیست به شما نشون میده که نیاز نباشه هی کلیک کنین روی اون ارزها تا اینها رو ببینین. میتونین فیلترشون هم بکنین، مثلا میگین آقا تغییرات قیمتی بر اساس فلان رو به من نشون بده، والیومشون بین 1 میلیارد تا 10 میلیارد دلار باشه، مثلا اینا رو فقط آورد، قیمتشون مثلا بیشتر از 1000 دلار باشه، تغییرات قیمتیشون مثلا -10% باشه، تا بر این اساس بیاد اون ارزی که شما میخواید رو برای شما لیست بکنه. بریم سراغ قسمت بعدی که قسمت داره به نام Discover Coins، Hot Discover Coins. حالا ما روی میزنیم، این قسمت میتونه برای ما به عنوان یک جم هانتر، یعنی فردی که میخواد ارزهای دیجیتال تازه وارد رو شناسایی کنه، گزینه جالبی باشه. ببینین 5 تا باکس اینجا داره. ترندینگ سرچ یعنی جدیدن ارزهای دیجیتالی که جدیدن دارن ترند میشن، یعنی دارن میان رو بورس، خیلی مردم راجبشون دارن نظر میدن، تحقیق میکنن، اشتراک گذاری میکنن، تو این باکس قرار میگیره. Most voted coins، ارزهای دیجیتالی که رأی های بالایی گرفتن. کوین گکو یه قسمت داره به نام رأی گیری، رأی بال، بیشترین رأی رو این ارزها گرفتن. Positive sentiment، ترجمه لغویش میشه احساسات مثبت. منظور ارزهای دیجیتالی هستن که مردم فعلا حس مثبتی روشون دارن. Recently added، ببینید این خیلی به درد ما میخوره، ارزهای دیجیتالی که تازه باز وارد بازار شدن. همون یک ابزاری من بهتون معرفی کردم در سایت کوین مارکت کپ که بتونین توکنومیک رو بررسی کنین و جمع ها رو شناسایی کنین. از طریق سایت کوین گکو هم میتونین به این اطلاعات از این طریق که بهتون نشون دادم دسترسی داشته باشین و اونها رو بررسی بکنین. روی هر ارز که بزنین اطلاعات اون ارز باز میشه. یه قسمت هم داره موست ویزیتد، ارزهای دیجیتالی که جدیدن خیلی مردم اومدن روش، ارزم به حضورتون، ازش بازدید کردن، از صفحهش در سایت کوین گکو بازدید کردن.
ببینید از بین اینها ما قسمت recently added برای شناسایی جم ها و قسمت trending search خیلی به درد ما میخوره. trending search نشون میده که این ارزها احتمالاً چون روی بورس هستن و خیلی داره راجبشون تحقیق میشه نوسان بالایی دارن، پس میتونن این ارزهایی که داخل این لیست هستن گزینه مناسبی برای ترید کوتاه مدت باشن، چون چارتشون احتمالاً نوسان پذیر خواهد بود. اما خب حالا اینها رو هم که میبینید شما باید بررسی کنید مارکت کپ و ایناشو و اینکه معتبر باشه. مثلا این ارز اصلا ما نشنیدیم، ممکنه یه ارز چرت و پرت باشه. اینها رو بررسی میکنه واسه ببینیم که اتریوم تو این لیست هست، پس میتونه گزینه مناسبی برای نوسان گیری باشه. چین لینک که معروفه تو این لیست هست، یونی سواپ تو این لیست هست و از این لیست به این طریق میتونید استفاده بکنید. بالاش هم که تقریبا همون اطلاعات رو ارائه میده، روش کلیک کنیم ببینیم آقا روی هر ارز بزنیم چه اطلاعاتی رو به ما ارائه میده. ببینین تفاوت اصلیه، یکی از تفاوت‌های جزئی کوین مارکت کپ و کوین گکو اینه که آقا یک ماشین حساب روی هر ارزم به ما نشون میده. مثلا شما میگید آقا من متین مثلا 500 بیت کوین دارم، اینجا تو این ماشین حساب میذارید میگه آقا میشه انقدر دلار، درست شد؟ میگه آقا من مثلا میخوام ارزم به حضورتون که 13000 دلار خرید بزنم، میگه آقا میشه انقدر بیت کوین. پس این ماشین حسابش کاربردیه برای ما، باقی شغل من همون اطلاعات رو میده، رنکش، سایت هم سایت bitcoin.org نیست، بیت کوین اصلا سایتی نداره، کنگکا علکی اومده زده، این برای یک فرد خاصیه که احتمالا پول داده گفته من اینجا بذار. و این اطلاعات هم که در سایت کوین مارکت کپ من بهتون توضیح دادم، بیاین پایین تر. یه قسمت خیلی جالب تر از کوین مارکت کپ و کامل تر داره، چیه؟ این قسمت توضیحات اون ارز دیجیتال. اینجا خیلی خلاصه اومده گفته که آقا بیت کوین چیه، کی بیت کوین رو ساخته، کی ساخته شده و چطور کار میکنه و اطلاعاتی از این قبیل که مفید ترین شکل رو به شکل خلاصه به ما ارائه داده. در باقی ارزهای دیجیتال هم یه چنین اطلاعات رو در اون صفحه گذاشته که خیلی کاربردیه و اطلاعات خوبی به ما ارائه میده. در کوین مارکت کپ این اطلاعات خیلی زیاد نبود، اما در کوین گکو اطلاعات به شکل مفصلتر و خلاصه تری ارائه شده. این قسمت که میبینید اطلاعاتی رو راجع به شبکه به ما ارائه میده، میگه آقا الگوریتمش فلانه، SHA-256ه، 10 دقیقه طول میکشه تا هر بلاک ارزم به حضورتون که استخراج بشه. جنسیس دیت یعنی چی؟ اولین بلاک استخراج شده در اون ارز دیجیتال رو میگن بلاک جنسیس. میگه آقا اولین بلاک در 3 ژانویه 2009 و احتمالاً هم توسط خود ساتوشی ناکاموتو انجام شده. به این قسمت اصلا توجه نکنید، اینجا گفته سل پس بریم بفروشیم، نه آقا این اطلاعات به درد بخوری نیست، فقط از همین اطلاعاتی که میگم در این سایت ها استفاده بکنید. این بود از معرفی سایت کوین گکو.